سلام خدمت شما جناب قاضی و همراهان خوب تلویزیون گوناگون، ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. عرض کنم خدمتون در مورد فیلم ما هم با هم هستیم که از امشب در 6 شهر استرالیا به نمایش در میاد، به طور همزمان از امشب تا چهارشنبه در هر شهر 4 نمایش رو داریم، در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریزبن، ادلید، پرت و کمبرا این فیلم به نمایش در میاد. در حال حاضر همزمان در سینماهای ایران هم در حال اکران هست. خب همونطور که احتمالاً در جریانش هستید، یکی از پرهایشه ترین فیلم های سالهای اخیر سینما ایران بوده، به عنوان پربازیگرترین فیلم سینما ایران شناخته میشه و خب حواشی فیلم از زمان تولید فیلم، وقتی که اسم 10-15 تا ستاره که هر کدوم به تنهایی نقش یک یا دو خیلی از فیلم ها هستن، اینجا دور هم جمع شدن خیلی خبرساز شد و همینطور در حقیقت هزینه سرمایه گذاری خیلی بالایی که روی این فیلم صورت گرفته بود، دستمزدهای خیلی خارج از عرفی که بازیگرها گفته بودن که میدن، که البته آقای تبریزی و تهیه کننده فیلم آقای میرکریمی بعدا با توضیحاتی که دادن خب مشخص شد اون رقم هایی که توی روزنامه و تلویزیون صحبت میشد واقعیت نداشته، ولی به هر حال بودجه فیلم خیلی بالاتر از یک تولید معمول سینمای ایران هست، شاید 2 برابر تولیدی فیلم پرخرج در اون سال به حساب می اومده، ولی خب صحبت هایی که کردن این بوده که به هر حال میخواستن این فرم از تولید رو در سینما ایران جا بندازن و برای سرمایه گذار هم مهم این بوده که این روند رو بتونه شروع بکنه و ادامه بده و لزوما به برگشت سرمایه شاید فکر نمی کردن در داخل ایران. و خب اینا خیلی بحث و جنجال به پا شد، مخصوصا در با توجه به صحبت های سال این دو سه مورد اخیر، مثل بحث تهیه کنندگان سریال شهرزاد در مورد ورود پول های کثیف به سینما و غیره، که خب این شفاف سازی ها صورت گرفت. و ولی از اون طرف در مورد خود فیلم به هر حال به نظر من یک اتفاق ویژه در سینمای ایران هست، حضور این تعداد بازیگر در یک فیلم، جدا از اینکه سوژه فیلم یک سوژه ناب و بسیار جذاب هست که داستان یک سری آدمی هست که دارن به قصد خودکشی در حقیقت سوار یک هواپیما میشن و قرار این هواپیما سقوط بکنه، حالا هر کدوم از اینا به یک دلیلی، ولی در ابتدای راه یک فردی خارج از برنامه وارد هواپیما میشه که خب نمیخواد در حقیقت خودکشی بکنه و این چالشی که داره که این مسافرها راضی بکنه که هواپیما رو سالم بنشونن. به هر یک فیلم کمدی هست، ولی نه از جنس کمدی هایی که شاید دوستان انتظار داشته باشن که همش به خنده باشه، ولی یک گروتسک کمدی سیاه هست فیلم. بازیگران مثل مهران مدیری، رضا گلزار، لیلا حاتمی، مانی حقیقی، حسن معجونی، پژمان جمشیدی، ویشگاه آسایش، سروش صحت و 5-6 تا بازیگر چهره دیگه در فیلم هستن، مانی حقیقی، جواد عزتی، ولی فکر میکنم هر کدوم از اینها در جای خودشون بازی گرفته شدن و فیلم نامه این رو میطلبیده که به این تعداد بازیگر هر کدوم در جای خودشون یه نقش مناسبی داده بشه که جایگاه این بازیگرام در حقیقت خراب نشه. فکر میکنم که فیلم جذابی باشه، از اون فیلم هاست که لایه های زیرین خیلی زیادی داره که میتونه بس داده بشه به شرایط روز جامعه، شرایط سیاسی اجتماعی جامعه و برای مخاطبی که یه ذره کنکاشگر هست میتونه بسیار جذاب باشه که این ارتباط ها رو از بطن فیلم در بیاره و حتی شاید برای خود من دیدنش دوباره و سه بارش جذاب ترش کرد فیلم رو. ممکنه بار اول یکم پیچیده باشه، روابط خیلی رو نباشه برای مخاطب. به هر حال از امشب شروع میشه و امیدوارم که دوستان بتونن ببینن و لذت ببرن. اطلاعات رو هم میتونن از وبسایت دریچه سینما، دریچه‌سینما.com یا شبکه‌های اجتماعی دریچه سینما، فیسبوک و اینستاگرام ما دنبال کنن. ممنون از شما و به امید دیدارتون.
خدمت جناب آقای کمال تبریزی هستیم، کارگردان فیلم ما همه با هم هستیم. یه مجموعه از آدم‌ها رو در نظر بگیریم که به تهی خط زندگیشون رسید. تاریخ سینما ایران نداشته باشیم که این همه ستاره کنار هم دیگه قرار گرفته. فکر نمی‌کنید اگه بازیگران کمتر شناخته شده استفاده می‌شدن، مخاطب راحت‌تر داستان رو باور می‌کرد؟ جایگزینی درستی اتفاق افتاده و کاملاً اون کاراکتری که در فیلم و فیلمنامه وجود داره رو منعکس کرده. فیلمی که درون مایه طنز، یک بار دیدنش کافی نباشه برای اینکه اون جزئیاتی که توی فیلم فیلمسازتون توقع داشته باشه از مخاطبش که بریم. برای تجربه اول به نظرم واقعا این فیلم توی کارنامه کاری من خیلی متفاوته با کاری که تا به حال توجه به اینکه امکان برگشت سرمایه‌اش احتمالاً خیلی خیلی کم هست. چرا میاد سرمایه‌گذاری میکنه رو همچین پولی و از کجا این سرمایه؟ وقتی یک سرمایه مشخصی رو تعیین میکنیم برای اینکه اون فیلم رو کار بکنیم، این برای بعدها در واقع یک خط سیری ایجاد میکنه، یک مسیری. چرا اسم ما همه با هم هستیم که شاید یادآور حالا اتفاقات بود؟ این اسم الان بلای جون این فیلم شده. نترسین ما همه با هم هستیم. نه، ما همه با هم نیستیم. اینجا فقط من سوال میپرسم. یک تصمیم جمعی برای منفعت کلی. یه تصمیم برای قتل دستی جمعی. من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم. مادرو بزن. نه، نقص فنی داره، باید هواپیمای دیگه میریم. آخو من مادرم داره میزان. بیا بیرون، داریم فرود استرال میکنیم. شما فرود کنیم. من الان میرم. کی چه دشمنی داره؟ استرالتن کجایی؟ کسی هم جاش نکن نخوره. این یه حقی مروباییه. گم شما عزیزم. نترسید، ما همه با هم هستیم. من میتونم برم.